به نام خدا، به نام خداوند جان و خرد. از سیدنی استرالیا در یک روز زیبا و آفتابی و با عذرخواهی از تأخیری که در شروع برنامه داشتیم، خدمت همه شما عزیزان در سراسر جهان عرض سلام دارم. جا داره ابتدا از اشکالاتی که در ابتدای برنامه اولمون داشتیم مجدداً تشکر کنم و از خدا یاری بخوام که انشاءالله برنامه امروزمون بدون اشکال جلو بره. خدا وکیلی عذرخواهی میکنم از شما. اما چرا خدا وکیلی؟ اصطلاح خدا وکیلی رو شاید شما هم شنیده باشید. مثلا خریداری از فروشندهی میپرسه خدا وکیلی خودم این فرش رو چند خریدی؟ یا این اصطلاح به خصوص در ایران خیلی ازش استفاده میشه. به گمانم خدا وکیلی یعنی این که نظارت خدا به عنوان یک نیروی فوق انسان بر تمام مسائل، یعنی خدا ترس بودن، یعنی آشکار و پنهان انسان یکی بودن، یعنی دروغ، ریا، تظاهر ممنوع. هرچی جامعه خدا وکیلی تر، دعوا در آن جامعه کمتر، حق کشی کمتر، تظاهر کمتر. وقتی خدا وکیلی در جامعه حاکم باشه و خدا ناظر و از هر چیزی، دیگه دروغ معنایی نداره، دروغ رسوا میشه. خدا وکیلی بودن جامعه الزاماً دلیل این نیست که در جامعه خلافی صورت نمیگیره، اما در عمل اجرای قانونی که با رأی آزاد، انتخابات عادلانه و آگاهانه، یعنی در واقع رأی هم آزاد باید باشه هم آگاهانه باشه، اجرای چنین قانونی که از چنین انتخاباتی به وجود میاد، در واقع جامعه رو، ملاک خدا وکیلیش رو تعیین میکنه. جامعه متکی بر خدا وکیلی اوجش مدینه فاضل است. هرچه جامعه از خدا وکیلی بودن، از قانونی که مردم آگاهانه انتخاب میکنن دور بشه، از مدینه فاضله میگیره و به جای جامعه خدا وکیلی، جامعه میشه شاه وکیلی، رئیس وکیلی، رهبر وکیلی. اما چگونه میشه میزان خدا وکیلی یک جامعه رو دریابیم؟ من که سالها در تلویزیون ایران کار کردم، اینجا هم کار تلویزیونی زیاد کردم و ضمناً تلویزیون هر دو جامعه رو زیاد تماشا کردم، هم تلویزیون ایران رو و هم این تلویزیون رو، یه ملاک پیدا کردم برای اینکه چگونه ارزیابی کنیم جامعه خدا وکیلی هست یا نه. اگر تلویزیون رو نمود ظاهری یک جامعه ببینیم، هرچه این تلویزیون و اون چه درش میگذره به واقعیت‌های جامعه نزدیکتر باشه، اون جامعه خدا وکیلی تره. مایی که تو خارج زندگی میکنیم و تو ایران هم سنی از همون گذشته بود زمانی که آمدیم، هر دو تلویزیون رو دیدیم و در هر دو جامعه واقعیاتش رو نگاه کردیم. در این استرالیا مثلا، وقتی که تماشا میکنید تلویزیونشون رو، چیزهای مختلفی رو تلویزیون استرالیا رو که نگاه میکنید میفهمید که این جامعه به شدت به ورزش علاقه داره، به کنار دریا، از چاپلوسی متنفره، ساده و بی تکلفه، همه حتی نخست وزیر مملکت رو با اسم کوچک صدا میکنند، برای همه مشاغل به یک اندازه ارزش قائل هستند. توی خانواده ممکنه یک برادر لوله کش باشه، یک برادر دکتر باشه، یک برادر نظافتچی باشه، همه مطیع قانونن، آبجو رو خیلی دوست دارن، کنار دریا رو هم
به همین شکل از تفتیش عقاید بیزارن. در چنین جامعه‌ای سالها زندگی کن، یکی ازت نمیپرسه دینت چیه. فقط وقتی که به بیمارستان میری و قراره برای منظوری بیهوشت کنن، اونجا تنها جاییه که از شما میپرسن که دینت چیه. تازه چرا میپرسن؟ میترسن که به هوش نیایی و بدونن که اگه خدای نکرده به هوش نیامدی چه کار باهات بکنن. در طول ما سیاستمدارانشون رو حتی بیشتر از 5 دقیقه توی اخبار تحمل نمی کنن. اونا رو نوکر خودشون می